باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که اول فروردین ماه در پیام نوروزی ویدیویی خود برای ایرانیان به گونه‌ای بی‌سابقه جویای تعامل با ایران شد، روز سه‌شنبه گفت که پیش‌بینی می‌کند که پیشرفت در راستای حل مناقشات با ایران، دشمن دیرینه آمریکا، تدریجی خواهد بود. اوباما هفته گذشته در پیامی که به مناسبت سال نو ایرانی منتشر کرد، خواستار پایان سه دهه دشمنی میان دو کشور شد و آغازی تازه برای تعامل دیپلماتیک پیشنهاد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران این تعامل جویی را به عنوان حرف و شعار خواند و خواستار عمل شد. اما اوباما گفت او انتظار تغییر فوری در روابط آمریکا و ایران را ندارد. اوباما در پربیننده ترین کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت: Some people said, well, they did not immediately. برخی میگویند خب آنها ایرانی ها فوراً نگفتند که ما تسلیحات هسته‌ای را کنار میگذاریم و حمایت مالی از تروریسم را متوقف میکنیم. خب ما چنین چیزی توقع نداشتیم. ما انتظار داریم پیشرفت تدریجی در این رویکرد داشته باشیم. اوباما همچنین به خبرنگاران گفت که دولت وی در نظر دارد که در حل چالش‌های سیاست خارجی از جمله تلاش‌های صلح در خاورمیانه پیگیر باشد. با پیگیری میتوان به این مشکلات رسیدگی کرد. در همین حال محمد البردهی رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت تعامل‌جویی اوباما در قبال ایران میتواند امنیت خاورمیانه را بهبود بخشد. به گزارش روزنامه اورشلیم پست، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای طی سفری به اکوادور از طریق مترجم گفت اوباما در مورد مذاکرات مستقیم بدون پیش‌شرط و بر پایه احترام متقابل صحبت می‌کند و او دست خود را به سوی مردم ایران دراز کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از البرادعی گزارش داد این می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی بر امنیت کلی خاورمیانه داشته باشد. البرادعی گفت امیدوار است تهران نیز به سمت واشنگتن دست خود را دراز کند. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com